گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از طریق آنتن تلویزیون ایران فردا و از شهر لس آنجلس خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم میکنم. امیدوارم گفتگوی من با شخصیت‌های مختلف و محتوای برنامه مورد پسند شما واقع بشه. در برنامه امروز دو مهمان ارجمند دارم که حضورتون معرفی خواهم کرد. قبل از اینکه بپردازم به معرفی این دو بزرگوار و دوست گرامی، لازم میدونم که مثل همیشه که روال کار من بوده، راجع به نشریات بسیار خوبی که هموطنان فرهیخته ما با زحمت زیاد، با امکانات بسیار محدود و معدود و با تلاش فراوان منتشر میکنند، خدمتتون معرفی بکنم بار دیگر و توصیه بکنم که برای ادامه حیات این نشریات آنچه که از دستتون برمیاد کوتاهی نکنید. یکی فصلنامه، یعنی از نشریات خوبی رو که امروز میخوام خدمتتون معرفی بکنم و اخیراً شماره های آخر اون به دستم رسیده، یکی فصلنامه توشه هست، شماره 18 تابستان، با نقاشی روی جلد بسیار جالب و عرض کنم حضورتون نویسندگان متعددی که قلم میزنند برای این نشریه گرامی، آقای احمد احرار، سرکار خانم سعیدی سایه سعیدی سیرجانی، دکتر حیدر قلی عمرانی، مردو آناهید. من اسامی من آقا و خانم رو دیگه حذف میکنم که بتونم تعداد بیشتری از نویسندگان رو حضورتون معرفی کنم. علی شرقی، علی اصغر مظهری کرمانی، ترجمه یک ترجمه داریم از علیرضا دانایی، منوچهر هدایتی، کاوه فرنام، مارگارت بی منینگ، محمد حسن سالمی، رضا امیرعزیزی، دوست عزیز و خوبم محمود بدوهی، آقای عادل شجاعپور، عادل شجاعپور که یکی از واقعا بهترین شعرهای ما به شما میرم، برادر عزیز شاعر بزرگمون آقای شجاعپور در ایران، دکتر رضا رضاپور که دیگه ایشون کاراشون حرف نداره، ابراهیم ناجی، فریده پاکدل و لیست نویسندگان بسیار طولانی هست. جهانگیر صداقتفر، منوچهر هدایتی، زبیده جهانگیری، علی اصغر مظهری کرمانی که گفتم، فریده الف تنها، روشنک آمرین، جناب محسن دهای عزیز، فرهاد ناجی، اسماعیل جسیم، مژگان مظفری، عباس پناهی، رضا امیرعزیزی، زبیده جهانگیری، کیخسرو بهروزی، باز دوستان عزیز من آقای بهروزی و مطلبی از زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی که واقعا مطالبش و نوشتهاش رو دیروز اتفاقا با دکتر نوریزاده تو ماشین گوش میکردیم به یکی از این کتابهای گویا که باز ناصر فرخ در واقع بنیانگذار این بنیانگذار که چه ارز کنم برپا کننده مجدد نشریه توشه، با هم دیگه با دکتر نوریزاده تو ماشین گوش میکردیم به یکی از کارهای زنده یاد سعیدی سیرجانی که واقعا بی نظیره. یعنی فکر کنم ساعتها و بارها باید نشست و این نوشته ها و اشعار ایشون رو خوند و غور کرد درش و دقت کرد که این مرد با چه بینشی، با چه واقعا دقتی واژه ها رو پشت سر هم کرده و گذاشته برای رسوندن یک
مفهوم. به هر حال عده زیادی دیگر از نویسندگان و مجله گرامی رهاورد هم به دست من رسیده که در مورد این مجله هفته آینده به تفصیل با شما صحبت خواهم کرد. شماره 107، 32 سال انتشار. اجازه بدین بدون فوت وقت برویم به اتریش و گفتگوی خودمون رو برای اولین بار از طریق این برنامه با آقای دکتر حسن نایب هاشم، پزشک گرامی و فعال سیاسی و اجتماعی آغاز بکنم. سلام میکنم خدمت آقای دکتر نایب هاشم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم دکتر، لطف میکردید در برنامه رادیوی من شرکت میکردید. از این به بعد من باید از طریق دوربین تلویزیون و از طریق اسکایپ وقتتون رو بگیرم. میدونم باید در جلسه حضور به هم رسونید و به همین دلیلم خیلی سریع میخوام سوالام مطرح بکنم راجع به اجلاس اخیر حقوق بشر در ژنو. چه گذشت و برنامه های آینده چی هست و شما و همفکران و همکارانتون چه برنامه هایی رو در تقویم خودتون دارید برای آینده نزدیک؟ تصویری بسیار زنده تر هست و با مخاطبان رابطه خیلی نزدیک تر میشه گرفت. بسیار خوشحالم که از این طریق در خدمتون هستم. خیلی ممنون. برای حقوق بشر سال 3 بار برنامه داره، یعنی 10 هفته در سال که به یک اجلاس 4 هفته‌ای و 2 اجلاس 3 هفته‌ای منجر میشه و نهایتاً یکی از این اجلاس ها رو ما پشت سر گذاشتیم که اجلاس 26 بود در ماه ژوئن، اجلاس بعدی در ماه سپتامبر هست. این دو اجلاس از یه نظر اهمیت دارن که پیش از بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی برای دومین بار در ماه اکتبر هستن. روال کار به این صورت هستش که هر کشوری هر 4 سال و نیم یک بار پرونده حقوق بشرش در معرض بررسی سایر کشورهای جهان صورت میگیره و قرار میگیره. کشورهای مختلف جهان نسبت به این پرونده حقوق بشری موضع‌گیری میکنن، نظرات خودشون رو میدن و در دل اون نظرات پیشنهادهای رو ارائه میدن که این پیشنهادها قاعدتا انتظار دارن که توسط آن کشور مربوطه که در این مورد جمهوری اسلامی هست پذیرفته بشه. در دور اول که در فوریه 2010 برگزار شد، نهایتا در دو مرحله 126 پیشنهاد رو جمهوری اسلامی پذیرفت که متاسفانه میشه گفتش که عمل نکرده به پیشنهادهایی که سایر کشورها عرضه کردن. بسیاری از این کشورها، بسیاری از این پیشنهادها به خصوص از کشورهایی که خیلی هم نظر هستن با جمهوری اسلامی می توانست به سادگی صورت بپذیره که متاسفانه اونها هم حتی اجرا نکردن. پیشنهادهایی که خب کشورهای دموکراتیک و کشورهایی که موازین حقوق بشر رو بیشتر رعایت میکنن، مثل اینکه مثلا گزارشگر ویژه شکنجه به ایران مراجعه کنه و غیره، رو که اصلا مورد توجه قرار ندادن. به هر حال تلاش این هستش که در ماه‌های اخیر امیدوارم که رسانه ها در این مورد فعال باشن. مسئله بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی رو که در ماه اکتبر بررسی خواهد شد هرچی بیشتر در اختیار مردم قرار بدیم از طریق رسانه ها. امروز آقای حسن اسدی در زندان جمهوری اسلامی که از دانشجویان فعال در عرصه حقوق بشر هستند هم چنین چیزی رو مطرح کردن. به هر حال ماهای آتی ماهایی هستش که باید ایرانیان مدافع حقوق بشر متمرکز بشن بر روی بررسی ادواری جهانی. در ماه اکتبر، ماه سپتامبر که ما در ژنو حضور خواهیم داشت، سعی میکنیم که از این فرصت استفاده بکنیم و با کشورهای مختلف صحبت بکنیم، فاکت‌ها و واقعیت‌های جمهوری اسلامی رو به اونها نشون بدیم و از اونها بخوایم که بر پیشنهادهای خودشان اصرار بفرزن و پیشنهادهای جدیدی رو در راستای منافع مردم ایران و رعایت حقوق بشر در جامعه ارائه بکنیم. خیلی ممنونم دکتر نایب هاشم. در این میتونید به طور خلاصه، برای اینکه اولین بار هست که در این برنامه شرکت میکنید، در برنامه تلویزیون ایران فردا که در ایران و اروپا پخش میشه و در ایالات متحده هم از طرق مختلف،
و پوشش بسیار گسترده ای داره و بینندگان زیادی داره، به خصوص بین نسل جوان ما. توضیحاتی رو بدین راجع به این جلسات متعددی که تا الان انجام شده، چه اقداماتی انجام شده، تا چه حد راضی هستید از عملکرد خودتون و پیشرفت هایی که احتمالاً به دست آمده، هر چند ممکنه که جزئی بوده همونطور که اشاره کردید، به قطعنامه ها و به تصمیماتی که گرفته شده در این جلسات. جمهوری اسلامی مثل بقیه کارهایی رو که ما شاهدش بودیم طی سالیان وقعی نگذاشته و عمل نکرده. میخواستم کلن یه جنبندی بکنید از این جلساتی که پشت سر گذاشتید و نتایجی رو که تا الان عاید شده، اگر نتیجه ای عاید شده. در حال شورای حقوق بشر با کمیسیون قبلی حقوق بشر که تا 8 سال پیش بود تفاوت اساسی داره. اون در سال یک بار صداتون مثل این که قطع شد دکتر، اگه ممکنه یکم نزدیک به میکروفون. از کده شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر که قبل از اون وجود داشت تفاوت‌های زیادی رو داره. مهمترین مسئله‌اش اینه که وقت بیشتری رو در اختیار این موضوع قرار میدن، به جای 6 هفته یک بار در سال 10 هفته در 3 هفته 3 بار در سال هست. و به هر حال این فاصله نزدیک باعث میشه که مسائل حقوق بشر همیشه به صورت اکتوئل تازه مورد بررسی قرار بگیره. شورای حقوق بشر انتخابی هست، یعنی اعضایش به هر حال از طریق مجمع عمومی انتخاب میشه، نه به صورت دوره‌ای و هر کشوری بتونه ریاست اون رو یا به هر حال عضویت اون رو به سادگی بگیره. و در این روند همین بررسی ادواری جهانی تعبیه شده که خب امکان جدیدی رو در اختیار همه مدافعان حقوق بشر میده. به هر حال از وقتی که این مکانیزم جدید عملا ایجاد شد، من فکر کردم که باید نیروی بیشتری روی این مسئله گذاشت. و خب من تمام اجلاس های شورای حقوق بشر از ابتدا تعقیب کردم، از اجلاس 14 یعنی بعد از در واقع بررسی ادواری اول جمهوری اسلامی 13 بار در شورای حقوق بشر حضور پیدا کردیم. برآورد ما این هستش که حضور ما به عنوان کسانی که نسبت به نمایندگان جمهوری اسلامی و سازمان‌های غیر دولتی دولتی که عملاً از جانب جمهوری اسلامی حمایت میشن، حضور ما در اونجا میتونه در واقع بدیلی رو ارائه بده و واقعیت‌های درون جمهوری اسلامی رو به کشورهای دیگه بهتر نشون بده. ما از این حرکت انرژی میگیریم و دستاوردها، خب میدونید که در سطح جهان، در سطح سازمان ملل دستاوردها اندک هست، ولیکن به طور مداوم این دستاوردها هست. وقتی ما یه تصویر رو میبینیم از این وضعیت نسبت به 8 سال پیش و 4 سال پیش که حضورمون آغاز کردیم، تفاوت جو، تفاوت روحیه رو عملا مشاهده میکنیم و به هر حال امیدواریم که این روند ادامه پیدا کنه. در سطح جهانی به هر حال اوج حضیض هایی هست. متاسفانه الان در یک حضیضی هستیم که نیروهای مثل داعش سر برآوردن و به هر حال در منطقه ما مسئله صلح به هرچه بیشتر به مسئله اصلی تبدیل میشه، ولی کن امیدواریم که این مرحله را به زودی بگذارن. دکتر میخواستم ازتون سوال بکنم در مورد همفکران دیگرتون که در این جلسات شرکت میکنن، و بعد اگر به اختصار بشه خلاصه کرد مطالبی و افرادی که آمدن و در جلسات مختلفی که تا الان تشکیل شده شرکت کردن و به اصطلاح به عنوان شاهد، به عنوان کسانی که خودشون مورد ظلم قرار گرفتن و یا بستگانشون مورد ظلم قرار گرفتن، احتمالاً از بین رفتن، شکنجه شدن و این گونه مسائل، اگر یه جنبندی مختصری در این وقت محدودی که داریم بکنید خیلی ممنون. و همچنین از گروه ها و افراد دیگری که با شما در این زمینه دارن همکاری میکنن. به هر حال موضوع همفکری این هستش که کدام یک از عزیزان مسئله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی دغدغه‌شون هست و در راه ارتقاء حقوق بشر و حفظ دستاوردهای تاکنون به دست آمده میکوشند. بنابراین همفکری بسیار طیف وسیعی از
افرادی رو در بر میگیره که همونجوری که شما فرمودید ممکنه قربانی یا شاهد نقض حقوق بشر باشن یا فعال حقوق بشر، مدافع حقوق بشر در عرصه معینی باشن. دغدغه های افراد در رابطه با مسائل مختلف فرق میکنه، ممکنه کسی در زمینه محیط زیست فعال باشه، یک کسی فعال زنان باشه، کسی فعال کارگری باشه، کسی فعال حقوق اقلیت های مذهبی باشه، فعال حقوق اقلیت های جنسی باشه، ممکنه که با گروه های اتنیک همبستگی داشته باشه و در راه حقوق آنها کوشش بکنه. به هر حال طیف بسیار وسیع هستن، از قربانیان و شاهدان تا فعالان و مدافعان و کسانی که کارشناس هستن، کسانی هستن که تحصیل کردن، آموزش دیدن در زمینه حقوق بشر و به هر حال آموخته های خودشون رو اونجا در اختیار قرار میدن، محقق هستن، پژوهشگر هستن در رابطه با مسائلی که درون ایران میگذره. ما از طریق گزارش های کتبی، گزارش های شفاهی و همچنین پانل هایی که میگذاریم یا رویدادهای موازی که در کنار جلسه اصلی میگذاریم سعی میکنیم که مسائل نقض حقوق بشر در عرصه های مختلف رو در جمهوری اسلامی به جهانیان، به دیگران، اهم از نمایندگان کشورهای دیگر تا سازمان های غیر دولتی دیگر، نمایندگان کمیساری عالی حقوق بشر و به هر حال اون چند صد نفر تا چند هزار نفری که در شورای حقوق بشر حضور دارند منتقل بکنیم، با توانی که چند نفر تا چند ده نفری که اونجا همیشه هستیم این اقدام رو میکنیم. همونجور گفتم در کنار اون نمایندگی جمهوری اسلامی هست و سازمان های غیر دولتی دولتی در واقع به فرموده جمهوری اسلامی که اونها هم سعی میکنن که اینها رو مخدوش بکنن و تصویر غیر واقعی از جمهوری اسلامی به کشورهای دیگه ارائه بدن. خیلی ممنونم دکتر نایب هاشم. تا چه حد اجازه بدید این سوالم رو به این صورت مطرح کنم، آیا کاری رو که شما شروع کردید باز هم این اختلافاتی که بین گروه های مختلف علی رغم هدف مشترکی که دارید دیده میشه، یا اینکه واقعا در این زمینه شما راضی هستید از همکاری تمام کسانی که میتونن در این زمینه مؤثر باشن برای رسوندن صدای مظلومینی که بهشون واقعا ظلم وارد شده در ایران، تحت انواع و اقسام فشارها قرار گرفتن، در این زمینه چه دارید بگویید؟ به هر حال هر جمعی که حرکت بکنن دینامیک خاص خود رو دارن، به هر حال مسلمه که اختلاف سلیقه‌ها، اختلاف نظرها هست. ما حالا در اونجا میشه گفته که چند هفته با همدیگه زندگی میکنیم، بنابراین همه این اختلاف‌ها نمود پیدا میکنه، ولیکن از اونجایی که حرکت اصلی روشن هست، مثلا در راستای حقوق بشر هست و حقوق بشر تعریف شده هست و اسناد معین هست در این ارتباط، بنابراین میشه همه موضوعات مورد اختلاف رو بحث و بررسی کرد و به خود اسناد و خود قوانین تا کنون تدوین شده رجوع کرد و در این رابطه خب میتوان راه حلی پیدا کرد، ولی که خب طبیعیه که در میان ماها هم اختلاف نظر این که خب به هر حال حقوق بشر یک آموزشه، باید هممون سعی بکنیم هرچه بیشتر اون رو فرا بگیریم و از آن خود بکنیم، در درون حرکت‌های خودمون، درون فعالیت‌های خودمون جا بیفتیم. خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، با آقای دکتر نایب هاشم صحبت میکنم، یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته و مبارز در زمینه تأمین حقوق بشر برای هموطنانمون. دکتر نایب هاشم، در رابطه با اقداماتی که میکنید تا چه حد دکتر احمد شهید که البته انواع و اقسام اتهامات از طرف مقامات جمهوری اسلامی به او وارد شده علی رغم تمام شرایطی که جمهوری اسلامی تعیین کرده بود برای یک چنین پستی و همه اونها رعایت شده، مازالک به خاطر اینکه دکتر احمد شهید یک سری وقایع بسیار ملموس و مشخص و مستدل و معین رو ارائه داده مورد غضب مسئولین جمهوری اسلامی هست، تا چه حد همکاری های او با شما در واقع وجود داشته در طی مدت فعالیت های شما و تا چه حد امیدوارید که او بتونه با مقامی که داره و با موقعیتی که داره کمک بکنه به رسیدن به هدف هایی که شما و همفکرانتون دارید؟
آغاز کردیم قبل از این بودش که اصلا گزارش یه لحظه صداتون دکتر اول صحبتتون قطع شد، ممکن تکرار بفرمایید لطفا؟ با حرکتی رو که آغاز کردیم عرض کردم که با اون بررسی ادواری جامعه دوره اول بود و قبل از این بودش که دکتر احمد شهید کلا اصلا پست گزارشگری ویژه ایران تعریف بشه و بعدن آقای احمد شهید این مسئولیت رو بپذیرن. به هر حال خود ما سعی کردیم در این مورد که قطعنامه مربوطه رأی کافی بیاره به سهم خودمون تأثیر داشته باشیم و خب در اون مقطعی که کلا این گزارشگری ویژه ایجاد شد و بعدن از زمانی که آقای احمد شهید این مسئولیت رو پذیرفتن سعی کردیم که با دفتر ایشون در ارتباط نزدیک باشیم. این ده ها مدافع حقوق بشر که گفتم با دیدگاه های مختلف هستن و درس های مختلف حرکت میکنن، سعی کردیم که در تدارک دیدارهای ایشون نقش داشته باشیم و این عزیزان از طریق مکاتبه از طریق دیدار چند در چند ده نفر و ما هم به سهم خودمون به عنوان یکی از اونها سعی میکنیم که مدام با آقای دکتر احمد شهید و دفتر ایشون در ارتباط باشیم و به هر حال وقتی کشوری اینچنان انگشت نما میشه که گزارشگری ویژه براش تعریف میشه باید به خودش بیاد و به هر حال فعالیتاشون رو آقای احمد شهید به طور خیلی دقیق پیش میبرن و امیدواریم که به هر حال هر چه زودتر نهایتاً جمهوری اسلامی تن بده به سفر ایشون به ایران. بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر نایب پاشا، میدونم که باید در جلسه شرکت بکنید، متاسفانه فرصت گفتگوی امروز ما کوتاه هست، ولی امیدوارم بتونم در هفته‌های آینده مجدداً از اطلاعات شما من و بینندگان تلویزیون ایران فردا برخوردار بشیم. با شما خداحافظی میکنم، بهتون شب بخیر میگم در اتریش و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آرزوی موفقیت و پیشرفت در کارها. تا فرصتی دیگر که با شما خواهم بود از شما خداحافظی میکنم و بی‌نهایت تشکر از شرکتتون در برنامه. صداتون آقای دکتر دوباره قطع شد متاسفانه. عرض کردم من هم به سهم خودم تشکر میکنم، خوشحالم که در خدمت شما بودم و امیدوارم که مسئله بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی در ماه اکتبر هرچه بیشتر رسانه‌ای بشه و همه افراد مدافعان حقوق بشر در این رابطه با این موضوع تماس حاصل پیدا کنه. خیلی ممنونم، شب شما بخیر. شب شما بخیر. تا بعد. بینندگان گرامی، ما می رویم به یک موسیقی با سلیقه خوب امیر عزیز گوش می دیم با هم دیگه، به یک موزیک ویدیو به اصطلاح، و بر می گردیم و برنامه رو پی می گیریم با مهمان بعدی برنامه که ما بسیاری از شما بینندگان این تلویزیون با نام ایشون و اقدامات ایشون آشنا هستید، آقای نژاد. با ما باشید. مرغ سحر ناسحر داغ مرا تازه تر کن زاو شرر بار این قفص را بر شکن
بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه همونطور که قبلا هم اعلام کردم با آقای شاهین نژاد هستیم. آقای شاهین نژاد یکی از شخصیت‌های جوان و برجسته فعال هموطن هستند که از مدت‌ها پیش من افتخار آشنایی با ایشون رو از طریق تلویزیون پارس نخست، بعداً رادیوی پرژن رادیو داشتم و دفعات زیادی رو این شانس رو داشتم که با ایشون به گفتگو بنشینم و از نظراتشون و اقداماتی رو که انجام دادند و میدهند برخوردار بشم. سلام میکنم خدمتشون و ازشون خواهش میکنم، چون اولین بار هست که از طریق این تلویزیون در این برنامه با من هستن، مختصری راجع به خودشون و سابقه فعالیت‌های خودشون رو مطرح بکنم و بعد من سوالاتم رو مطرح کنم. سلام میکنم آقای نژاد عزیز. درود بر شما جناب حجازی ارجمند و همچنین بینندگان گرامی. اولا خیلی خوشحال هستم که دوباره فرصتی شد که در خدمتون گپ و گفتی داشته باشیم. شما به هر حال هر جا باشید، تو هر برنامه تلویزیونی یا رادیویی منشأ خدمت بودید و هستید و امیدوارم که همیشه از چهره‌های رسانه‌ای خوشنام و شریف مثل شما ما بیشتر و بیشتر داشته باشیم. بی‌نهایت سپاسگزارم از محبتتون نسبت به خودم. ممنونم دکتر. آرش اختیار دارید. من برای همیهنانی که ممکنه آشنایی با من نداشته باشن، مختصرا شاهین نژاد هستم. من تحصیلاتم رو در ایران در رشته مهندسی نفت انجام دادم. می مدتی حدود 4 سال 5 سال عضو هیئت علمی دانشگاه بودم در تهران و بعد در 1997 ایران ترک کردم. حدود 8 سالی در انگلستان زندگی کردم، برای شرکت نفتی انگلیسی و امریکایی اونجا کار می‌کردم. از 2005 به امریکا اومدم و همچنان در صنعت نفت مشغول به کارم. البته صنعت نفت جاییست که به هر حال ما با کار در اون گذران زندگی میکنیم، ولی علاقم و حوزه فعالیت و مطالعاتم همیشه تاریخ و فرهنگ ایران بوده. پژوهش‌هایی در حوزه ایران باستان داشتم، مقالاتی چاپ کردم، سخنرانی‌هایی داشتم در مراکز مختلف. کتابی که مورد توجه همیهنان قرار گرفته بود در ارتباط با فروریزی ایران ساسانی منتشر کردم در 2011 و به هر حال این بختم داشتم که گاهی در
رسانه های فارسی زبان در برنامه هایی در ارتباط با تاریخ معاصر در ارتباط با مسائل فرهنگی و سیاسی در ایران طرف صحبت قرار گرفتم و آنچه که در بذاتم بوده رو با همیهنان در میون گذاشتم. خیلی ممنونم آقای نژاد. تمام کسانی که با فعالیت های شما با نظرات شما آشنا هستن میدونن که تا چه حد جناب عالی به عنوان یک شخصیتی که واقعا با پژوهش هایی که انجام میدید با دقت عملی که دارید مطالبی رو در اختیار بینندگان و شنوندگان رسانه ها میگذارید که واقعا قابل استفاده هست و در واقع مطالبی هست که فکر کنم عده زیادی شایق هستن همیشه پای صحبت های شما بنشینند. و من تبریک میگم برای فعالیت های اخیر شما که ما در برنامه رادیو راجبش صحبت کردیم، ولی در این برنامه با توجه به محدودیت وقت و کم بودن تعداد برنامه ها فرصت نشده بود تا با حال صحبت بکنیم. این فعالیتی رو که شروع کردید با عده از همفکراتون به تحت عنوان رنسانس ایرانی، میخواستم در این مورد توضیحاتی بدین به برای بینندگان، به خصوص بینندگان جوانمون. با کمال میل جناب حجازی، حضور چند ساله گذشته من تو فضای سیاسی و اجتماعی برای من، فکر میکنم برای برخی از همیهنان، برای دیگرانی که به هر حال از نزدیک با این مسائل آشنا بودن و به هر حال برخورد داشتن، این بوده که ما به عنوان ملت درسته که 100% گرفتاری های سیاسی داریم و دست کم 35 سال به طور مستقیم دچار موزلی شدیم که به نظر نمیاد به این آسانی بتوانیم این موزل و این مانع رو پشت سر بگذاریم. اما فقط و فقط مشکل و مسئله ما سیاست نیست. فکر میکنم که به عنوان ملت حق داریم که یه مقدار مکس کنیم و به یک بازنگری به طرز تفکر خودمون، به سلوک خودمون، به رفتار اجتماعی خودمون داشته باشیم و اگر با ایرادهایی چه در حوزه اندیشه چه در حوزه اخلاق در روح و روان ملیمون میبینیم یه مقداری بکوشیم که با تغییراتی که در اون منش و روند فکری میدیم بتوانیم تصحیح کنیم خودمونو. به عبارت دیگه مشکل ما فقط مشکل سیاسی نیست، ما دچار مشکل بزرگی فرهنگی هم هستیم. از این رو و همچنین نگاهی به بضاعت کنونی آنچه که به نام اپوزیسیون جمهوری اسلامی معروف شده، که نظر من موجود کوشش هایی که خیلی از دل سوزان کردن، من شخصا بنابرای تعریف اپوزیسیون اپوزیسیون رو در صحنه نمی بینم، ما به نتیجه رسیدیم که ما باید با همیهنان مطلبی روشن کنیم و اون اینی که مشکل و مسئله ایران یک مسئله سیاسی نیست، خیلی فراتر از یک نگاه سیاسی. مشکل ما یک مشکل ملی است و ما اگر بخواهیم که به عنوان یک ملت بمانیم، اگر بخواهیم که کشور چارچوبش باقی بمونه، اگر بخواهیم دوباره در جهان به عنوان ملتی قابل احترام مورد نگاه دیگران قرار بگیریم، اگر کشور دوباره به روی آرامش و آسایش و رفاه و آبادانی بخواد برسه، ما موظفیم که یک رستاخیز فرهنگی رو هم از خودمون و با خودمون آغاز بکنیم و تو این رستاخیز فرهنگی ما امیدواریم که دستاوردهای بزرگ اجتماعی و سیاسی هم کسب کنیم. این رستاخیز فرهنگی رو به دلایل مشابهت‌هایی که با رنسانس در اروپا در غرب داره، ما نام رنسانس ایرانی برش گذاشتیم. رنسانس ایرانی به این معنا رنسانس است چون نوزایی است، یعنی بر اساس هیچ بنا نمیشه، بر اساس کولباری از میراث تاریخی و فرهنگی ما بیاییم بنمایه های اندیشه های ایرانی، اخلاق ایرانی در عهد باستان
در شاهنامه، در کتیبه ها، در متون کهن پهلوی، در فرمان کوروش، در گاتهای زرتشت، اینها رو ملاک قرار بدیم، ازش ارزش ها و عناصری رو اقتباس کنیم که میتواند امروز روز به درد ما بخوره، میتواند در هزار سوم به ما کمک بکنه که با یک بازنگری و البته بازسازی روحی روانی ملیمون بتوانیم از این بنبست بزرگ تاریخی عبور بکنیم و با نیروی فرهنگ و بکارگیری آنچه که از بخش کهن فرهنگی ما دارای ارزشه بتوانیم یک مدرنیته ایرانی رو ایجاد بکنیم. در حقیقت اگر اروپا به خاطر اینکه پشتوانه تاریخی نداشت، میراث ملی نداشت، پشت سرش قرون وسطا رو میدید، عصر تاریکی رو میدید، ناچار شد بره و میراث‌خوار فرهنگ یونانی بشه و با توسل به فرهنگ آتنی در ظرف 3 صده 4 صده یک انقلابی رو در عرصه هنر و فرهنگ و ادبیات و سیاست و حتی اقتصاد انجام بده، ما هم میتوانیم با این فرقی که ما یک میراثی داریم، یک آبشخور فکری داریم که خوشبختانه بازمانده از نیاکان خود ماست، میتواند عصای دست ما باشه، میتوانیم با مصالح و مواد ایرانی مدرنیته ایرانی رو بسازیم. اگر فرصتی هست آقای اجازی، من در مورد مدرنیته و چرا مدرنیته ایرانی هم یک توضیحات خدمت شما و همیهنان گرامی بدم. خواهش میکنم اگر مختصرش بکنید که همه مطلب رو بتونیم بشنویم از شما ممنون میشم. بفرمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ما جامعهمون جامعه است که درگیر برخی از سنت هایی است که همه سنت بد نیست، ولی برخی از سنت ها برای ما گرفتاری ایجاد کرده که این گرفتاری فکر کنم نقطه اوجش در 35 سال پیش در انقلاب اسلامی کاملا پدیدار شد. ما پیش از اون در انقلاب مشروطه کوشیده بودیم که مدرنیته غرب رو به ایران بیاریم، ولی در هنگامی که دستاوردهای مدرنیته رو به ایران آوردیم، از اونجایی که این نهاد در این آب و خاک نمیتونه سوش کنه، رنگ و بوی سنتی خودمون، رنگ و بوی اسلامی هم بهش زدیم و از اونجاست که شما ببینید الان بعد از چند دهه از انقلاب مشروطه حالا صحبتهایی میشه مثل حقوق بشر اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه مدنی اسلامی و این گونه مسائل. بنابراین هم وارد آوردن وارد کردن مدرنیته غربی در ایران به شکست نسبی انجامید، هم خود سنت ما که از لنگروی مذهبی پرلنگی برخورداره ما رو دچار گرفتاری های عمده تر کرد. در نتیجه فکر میکنیم راه نجات ما در انجام یک مدرنیته درونی با مصالح ایرانی و با تکیه و توجه به سرمایه های ملی خودمون در حوزه اندیشه و اخلاق قابل انجامه و ما به دنبال اون رستاخیز هستیم. از امیر عزیز خواهش بکنم این اطلاعیه رو که به صورت ویدیو هست. بنیاد فرهنگی مهرگان با نهایت مسرت برگزاری 12th سمینار سالیانه خود را در روزهای جمعه 29 آگوست تا دوشنبه 1 سپتامبر 2014 در سالن مجلل منچستر گراند حیات سان دیگو به اطلاع همگان می‌رساند. سخنرانان به ترتیب حروف الفبا: هومر آبرامیان، شیرزاد ابراهیمیان، افشین ادیب، ساناز الستی، اردشیر انوشیروانی، آرمان جمشیدی، اسماعیل خویی، عبدالستار دشوکی، حشمت رئیسی، آرتیمیس علی آبادی، امیر غلامی، کاوه فرخ، مهدی خسروی کردستانی، مهرا ملکی، شاهین نژاد، الهام یعقوبیان، خسرو فروهر، امیر فسیحی، مازیار قویدل و سخنران میهمان.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفاً با تلفن‌های 858 673 7000 و یا 760 470 26 29 و یا ایمیل آدرس faizefirouzi@gmail.com تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار. بنیاد فرهنگی مهرگان. خب آقای نژاد، بنیاد مهرگان که با همت مهندس فیروزی سالیان سال هست که بدون وقفه فعالیت‌های خودش رو ادامه داده در این قسمت از دنیا، در کالیفرنیا، در شهر زیبای سندیگو، برای بسیاری از بینندگان این برنامه و شاید بسیاری از دوستانی که آشنایی دارن با این سمینار نام آشنایی است و بسیاری از سخنرانانی رو هم که در این اطلاعیه ما اسامیشون رو شنیدیم اسامی آشنایی هستند برای باز هموطنانمون و در واقع کسانی هستند که در رسانه ها صحبت کردن، نوشته هاشون هست، آثارشون هست، کارهاشون هست و واقعا جمعی هستند که میتونن با شرکتشون در این سمینار به اصطلاح رونقی ببخشن به این سمینار که امیدوارم با نهایت موفقیت این رو برگزار بکنید. ممکنه توضیح بدید راجع به این سمینار و راجع به شرکت کنندگان؟ به خصوص من علارغم وقت کوتاهی که همونطور که عرض کردم و معدودی که ساعت معدودی که در این تلویزیون دارم، سعی خواهم کرد با چند تن از این دوستان گرامی که بسیار احترام براشون قائلم گفتگویی داشته باشم در برنامه‌های بعد. منتظر شنیدن به اصطلاح توضیحات شما هستم در زمینه این. حتما با کمال میل. صدای منو دارید جناب اجازی؟ صداتون رو دارم، یک کمی بک‌گراند صداست مثل این که سر و صدا هست، نمیدونم اون. به هر حال بله، من میشنویم شما رو. بله، اصلا خدمتتون که ممنون از توضیحاتی که فرمودید. یکی از روش‌های، از چندین روشی که میشود این ایده رنسانس ایرانی، این رستاخیز فرهنگی رو به درون جامعه برد، انجام کنفرانس ها و تشکیل همایش هایی است که محلی است برای تبادل اندیشه و افکار. هممیهنان بیاین اونجا از زوایای مختلف، از دیدگاه‌های خودشون بیان کنن که یک رنسانس ایرانی، یک رستاخیز ایرانی رو چگونه میبینن، باید چه مؤلفه‌ای، باید چه عناصری کنار هم قرار بگیرن، چه مراحلی باید طی بکنیم، به کدام نقاط باید بیشتر بپردازیم. برای یه همچین کانونی که افراد گرد هم بیان، خانوم‌ها و آقایون، و بتونن این مطالب رو با هم دیگه در میون بذارن و از بین اون سخنان یه طرح مشخصی پخته بشه و جا بیفته و آماده انجام باشه در جهت اینکه با حد اکثر توان و بضاعت این رنسانس ایرانی رو، موج‌های آغازینش رو دست کم در جامعه راه بیاندازیم و امیدواریم که گسترشش رو شاهد باشیم، تشکیل این کنفرانس ها بسیار میتونه کمک بکنه. این نخستین کنفرانس از این سری همایش ها که خوشبختانه بنیاد مهرگان که امسال سال 12 در سان دیگو کالیفرنیا میزبان این گونه کنفرانس ها هست، با توجه به توجه و عنایتی که آقای مهندس فیروزی داشتن به این حرکت رنسانس ایرانی، از پیشنهاد من و دوستانم استقبال کردند که تم امسال کنفرانس رنسانس ایرانی بذارن و در حقیقت اسای دستی باشن برای نشر و گسترش این فکر و اندیشه، یعنی رنسانس ایرانی. خوشبختانه با دوستانی که صحبت شد که بیاین اونجا و نقطه نظرات خودشون رو در این ارتباط بگن، استقبال خیلی خوبی بود. خیلی از هممیهنانی که دستی بر آتش دارن به این نتیجه رسیدن که راهکار نجات ما از وضعیت کنونی الزاماً فقط و فقط یک راهکار صرفاً سیاسی نیست. از این جهت استقبال خیلی خوب بود. من دوستانی که دعوت کردم با کمال میل پذیرفتن که در این کنفرانس همراه باشن. همینطوری که شما اشاره کردید، شماری از اشخاص شناخته شده در کنار
چند نفری نیروهای جوانتر ولی بسیار با استعداد و پرمایه تیم سخنرانها رو تشکیل میدن. از سوی دیگه کسانی که از همیهنان حضور به هم میرسونن اونجا، خبر خوب این است که قرار نیست که سخنرانی صحبت کنه و برنامه تموم بشه بره. ما هر نیم روز پس از اینکه 4 نفر سخنرانی کردن پنلی تشکیل میدیم. تو اون پنل، تو اون میز گرد، سخنران ها با مردم صحبت میکنن، مردم میکروفون دست میگیرن و پرسش های خودشون رو طرح میکنن، نظراتشون رو میدن، پیشنهاداتشون رو میدن. یعنی هر نیم روزی ما حتما با یه جمع‌بندی سالن رو ترک میکنیم و میریم تا برای بخش بعدی در نیم روز بعدی یا در روز بعدی به کنفرانس برگردیم. از این نظر صحبت گفتگو، صحبت یک سخنرانی یک طرفه نخواهد بود. دوستانی که شرکت میکنن از تخصص ها و استعدادهای متفاوت و متنوعی اومدن. ما از جوانهایی داریم که شاید خیلی از همیانان نشناسن اونا رو، ولی با حضورشون و صحبتشون من فکر میکنم همیانان میپذیرن که نیروی خوبی به صحنه آمده. اشخاصی رو داریم که با تجربه هستن، سالهاست که فعالیت فرهنگی و سیاسی و تاریخی میکنن و بودنشون در اونجا واقعا غنیمته. امسال ما 5-6 نفر سخنران از خارج از امریکا داریم که تشریف میارن. زاهدور، آقای هومر آبرامیان از استرالیا میاد، آقای اسماعیل خویی از لندن میاد، آقای مازیار قبیله از سوئد میاد، حشمت رئیسی از آلمان میاد، آقای خسرو فرور از اتریش میاد، دکتر کاوه فرخ خیلی دعوت کردیم، ایشون از کانادا تشریف میارن، بقیه در امریکا هستن و از مسیرهای دور و نزدیک میان. امیدوارم که همیهنان با حضورشون در کنفرانس رنسانس ایرانی در سندیگو نشون بدن که اگر حرکتی قرار با فکر، با برنامه و بر روی منطق و بر روی یک موجی امیدواریم از خرد و اندیشه ساخته بشه، در صحنه هستن، حضور دارن، میان بخشی از کار میشن و پشتیبانی میکنن. من فکر میکنم خیلی از هموطنهای ما از شعارهای سیاسی، از حرفهای بی برنامه، از ادعاهای بی پشتوانه خسته شدن و برای همینه که صحنه خالی است. برای همینه که میبینیم ما چیز زیادی تو این سالها نساختیم، فقط همدیگر رو ناامید کردیم، همدیگر رو خسته کردیم و یه ادعایی هم که تصمیم گرفتن اصولا خانه نشینی کنن و نوع فعالیت های اجتماعی رو خط بکشن. در حال امیدوارم که الان که صحبت از فرهنگ، از اخلاق ایرانی است، از اندیشه های ایران شهری است، دوستان همیهنان بیان اونجا تا سخنان این گروهی رو که باور دارن میشود یک رستاخیز فرهنگی در جامعه ایرانی ایجاد کرد رو بشنون و در ضمن خودشون گوشه از کار رو بگیرن و در این برنامه مشارکت بکنن. بی‌نهایت ممنونم آقای نژاد. متاسفانه فرصت ما تقریبا تموم شده. 30 ثانیه وقت داریم که بفرمایید آیا سوژه‌ای برای هر سخنران تعیین شده یا اینکه همونطور که گفتید یه بحث آزاد هست و متفاوته این بار؟ نه، سوژه هست، عناوین مشخصه که بله. وقتی همیهنان تشریف بیارن همون روز اولی که در هتل که زیباترین هتل سندیگو هم هست و در نقطه بسیار بی‌نظیر هم واقع شده، وقتی چکین بکنن برگه بهشون داده میشه که برنامه اون 3 روز کنفرانس هست که چه سخنرانی چه روزی چه ساعتی صحبت میکنه و موضوع سخنرانیش چیست. برای نمونه خدمتتون بگم ما 3 تا سشن داریم، 3 تا به اصطلاح بخش داریم یا زیر مجموعه در کنفرانس. این 3 زیر مجموعه هست: رنسانس ایرانی و اندیشه، رنسانس ایرانی و اخلاق، رنسانس ایرانی و سیاست. بله. و هر کدوم از سخنان ها زیر عنوان یکی از این زیر مجموعه ها صحبتشون رو تنظیم کردن. بله بله. مثلا یکی از سخنان ها عنوان سخنرانیش رنسانس ایرانی و چالش زبان، سخنان دیگری عنوان سخنرانیش اخلاق و نیکخویی در شاهنامه است، یکی دیگه از سخنان ها عزیز عنوان سخنرانیش بهره‌گیری از جشن های ملی برای توانمندسازی جامعه و نافرمانی مدنی است. بله.
و همینطور به همین نحو ما تقریبا یه طیف گسترده از موضوعات متنوع رو داریم. من واقعا فکر میکنم که بدون اغراق یک برنامه پرمایه و همیهنان اونجا شاهد خواهم بود. بله تردید ندارم. متاسفانه فرصت ما تموم شده. با شما خدافظی میکنم تا فرصت دیگری که آخرین اطلاعات مربوط به سمینار رو از شما خواهیم خواست که در اختیار بینندگان بگذارید. روز و روزگار. خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم. اجازه و بدرود به همگنان گرامی. خواهش میکنم. روز شما بخیر. از شما دوست ارجمند، از امیر درخشان و همه بینندگان عزیزی که فرصت دادید و اجازه دادید که در خدمتتون باشم خدافظی میکنم تا هفته آینده که برنامه دیگری از سری برنامه گلگشت رو حضورتون تقدیم خواهم داشت. روز و روزگار به شما خوش.